الجهادي على الجمهوريه المسلميه الاجتماعيه ملك ملت افغانستان. بطور مثال قليلا هذيك مع خدمتتان آمدم دوستایی که مرا امرائی میکنند از ولایات مختلف کشور دوستان سلطهی توفه از بدخشان است فردوسی صاحب از میدان مردگ است سید فرهاد اکبری از لوگر است سید انجینر عبدالحنان از تکار است اکبری صاحب از بدخشان است عبدالحق بابکرخیل از لغمان است سارنوار صاحب از پروان است یعنی این حیات این تصویر و این پکچر به ما میده که آقای هادی هادی تمام مرزها را پاره کرده بود و یک شخصیتی بود قابل قدر و قابل احترام از دید من که آقای هادی هادی مرحوم به شخصی که صمیمی نبود باور کنید من میشه برش میگفتم که آقای هادی خودت جنتی هستی میگفتن همین 24 ساعت مختصم هستی همیشه دان عزیز پرکنده بود نشان مرد مومن با تو بویم که چون مردش تحت کندان میگیرد و دیگه ای که شما ببینید که آقای هادی هادی در قلوب تمام ما و شما جای دارد به این خاطر یک حدیث شریف به یاد میاد که خداوند وقتی کسی را دوست داشته باشد و ملائکه میگه که او ملائکه ما فلانه نفر دوست دارم شما مورا دوست داشته باشید باز امی دوستی ازیر ملائکه در ذهن و در قلب تمام انسان ها تقسیم میکنم ما کسی را سراغ ندارم که یک ملاحظه بسیط بالای کرکتر اخلاق روش و دینش آقای هادی داشته باشید و خلاص ای که از دید من شخصیات امتو آقای هادی امیشه زنده هستن چون یادشان زنده هست سعدیا مردی نیکونام نمیرد ارگر مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند عظمت آقای هادی را ما وقت درک کردم که به مصر بودیم یک کنفرانس خیلی کلان از او سه نفر دو تا داعی عجل لبه گفتن که مورید صاحب یونس خالص بود خداوند ببخشش و آقای هادی ما دیگر پره فال به نام من دیوانه دادن تابال در قید حیات هستیم و منتظر رفتن به طرف رفیق اعلا وزیر اجر اوقاف مصر بالای افغانستان انتخاب در حالی که ما را دعوت کرده بودن از تمام عالم اسلام بوده مدعوین آمده بودن کسایی که دعوت شده بودن در مجلس آقای هادی استاد شد در بین ما و مولیس فارس شش کرده استاد شد وزیر حج اوقاف مصر دید که تو حق نداری یک ملت را انتقاد کنی که با خاطر برافراشتن بر پرچم توحید یک کنون این شهید دارد ملائی تفلیم 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 شما مورد انتقاد هستید اسرائیل در پالیستان سرزمین های عرب گرفته و ایک حرکت ایک ساکن را حرکت نمیده و ایک قطره عشق از چشمتان نمیده و زبانتان به خاطر آزادی فلسطین حرکت نمی کنند شما را ما باید انتقاد کنند و بالاخره با ایشان دیدش وقت مجلس قرار شد آرام شد گفتم آقای هادی از ذرا سخت نگفتی گفتیم این آدم را دیدی یک عرب آمده که اسرائیل را برسمیت بشناسه و وطن من را بدیگه آمد زنده باشد آقای هادی دوستا ما و جو در مسائل صلح در دوران حکومت مجاهدین مشترکاً کار می‌کردیم احیانا لهجه ما تند می‌شد احیانا گرم می‌شد ولی علی اختلاف ما واجه 20 دقیقه طول نمی‌کشید همیشه در مجالس فرهنگی که در غرب کابل داشت از شیعه و سنی دعوت می‌کرد
جهانبینی آقای هادی، بینش آقای هادی، دانش آقای هادی کم نظیر از جنگ که اعتراف کنیم و آقای هادی از دین این عاجز فقیر سر تا با تقصیر یک دانشگاه بود، دانشگاه اخلاق، دانشگاه دیانت، دانشگاه جهاد، دانشگاه علم، دانشگاهی که جهانبینی از او تمام مرزها را در پیشونی همگی باز کرده. ما هیچ احساس نکردیم که آقای هادی یا کدام تعصب زبانی قومی مذهبی داشته باشه. بسیار نزدیک امرای خدمت کردیم. حال اونا تشریف ندارن و اولاداش و پیرواش و منصوبینش و دوستاش و محبینش دعوت میکنم که رای آقای هادی را تحقیق کنن. چرا رای آقای هادی رای نجات است، رای خلاص است، رای سعادت است و رای خوشبختی و رای عزت است. هیچ وقت ما نمیتونیم که افغانستان را به یک قوم، به یک مذهب، به یک جهت تسلیم کنیم. ما دو مشترک بسیار عمیق و دقیق داریم در افغانستان، دو مشترک عمیق و دقیق که همانا عقیده یک معناست. از لحاظ معنوی عقیده باور مشترک مردم افغانستان و وطن که یک عنصر مادی است، خانه مشترک مردم افغانستان، بیاییم که پاسبان امید باور مشترک خود باشه. اسلام و وطن، هر کسی که در تاریخ و در جغرافیای افغانستان زندگی میکند باید و شاید برادر ما باشد و برابر با ما باشد، برادر و برابر. و اسلام مکتب است که به تمام پاسخ و سوال ها پاسخ میگوید، به تمام سوال ها جواب میگوید. در اسلام محبت از دین است، مساوات است، عدالت است و روی هم رفته ترقی و تعالی است. ما تا در یکی از مصاحبه های خود گفتیم دوستا از یک نقطه را من خدمتان عرض میکنم که خدای ناخواسته یک سوء تفاهم نباشه، بعضی دوستا از او سوء تفاهم کرده بودن. ما میدونم که تمام اقوام افغانستان در داخل کشور باید متحدانه کمر بسته کنن و این وطن آباد کنن. یعنی که دیگر ما شما تصمیم میگیریم که گناهگار خود را گناهگار میگیم، جفاکار خود را جفاکار میگیم، عادل خود را عادل میگیم و صادق خود را صادق میگیم. من یک دفعه یکی از مصاحبان گفتم که نام یکی از دوستان برادران مشهور را گرفتم، گفتم که 13 سال معاون رئیس جمهور بود ولی آرام که من بغیر به کابل میرم رئیس مال سر شانه مردم بیچاره اداره و کراچی تبدیل نشده، کراچی چون به بایسکل تبدیل نشده و 13 سال معاون رئیس جمهور. معنایش این نیست که من خدا نخواسته قوم اداره را بدگفتی، قوم تشیع را برادر مستی نور چشم مستی. من اگر شاه شجاع را بد میگم که وطن فروخته، معنایش نیست که من پشتون را بدگفتی. من اگر کارمه را بد میگم که سر شام که روز آمد و سبب کشتار 1.5 میلیون انسان شد، معنایش این نیست که ما همه تاجه تبت میکنم. به من ما اگر ابو جهل بد میکنم، معنایش نیست که ما همه عرب بد میکنم، ابو جهل بد میکنم. به این منظور یک موضوع را باید یاد بگیریم که وطن خارجی ها آباد نمیکنن، آبادی از این وطن و دست اینمی مردم است. و در طول تاریخ مردم نجیب از آرام و تشنی ما بار سنگین ترقی و تعالی و تکنولوژی افغانستان را به سر شانه کشیدن و به ساحل نجات رساندن. این قابل قدر است. تنوعی که در افغانستان است، این زیبایی افغانستان را تشکیل میده. معنای از این نیست که اینجا خدای ناخواسته با هم دیگر بدبین باشه. ما به صراحت اعلام میکنم جایی که حق مردم تشیع و هزاره زایی شوه، ما در سنگر برادرهای تشیع خودستان با کمال مردانت، با کمال مردانت.
بأي منظور إجازة نبل كسدر بين موشما اختلاف فتا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون في أمتكم أمة واحدة وما خضائق والأستمر فرسلتكم هر کسی که از دین اهل سنت و جماعت و از دین تشیع بگه که لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان هست همه مسلمان هست همه برادر هست ان اکرمکم عند الله اتقاکم بهترین ما در نزد خداوند و تقیترین ما دوستا وقت تانویات نمیگیرم روز زمان است و باز هم ما با فرزندان و منصوبین سید حاجی حاجی مرحوم دوست و رفیق و برادر ما و همسنگر ما دعوت می کنم که رایشان را به صورت شفاف تقیب اسلام با شما ما با شما سید و ما ذالک علی الله العظیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما اگر رفتیم دوستا خفه نشیم